ببینید جناب شکیب، صحبت هایی که اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی کردن، به نظر من اعلیحضرت رضا شاه دوم چون قانونا ایشون وارث تاج و تخت ایران هست و ایشون انقدر منایت تب داره، میگه من یک سربازم، یک مبارزم، اصلا نوع حکومت برای من مطرح نیست، به احترام میگذاریم بهش. این یک مقدار به نظر من یک کار استثنایی است که بعد از 32 سال ایشون میان میگن که جو بین المللی مقدار تغییر کرده، من خودم درک کردم که باید این مقدار بیشتر در صحنه باشم و یک سری هم میانان به خصوص از داخل ایران خواستن که ایشون یک مقداری واقعا فعالیتشون رو در سطح بین المللی به خاطر جوی که شده بیشتر بکنن. با اومدن صحبت رو کردن، با بی بی سی صحبت کردن، با روزنامه فیگارو صحبت کردن و مرتب ما این ویدیو و مصاحبه برای ایران پخش کردیم. بذارید من برای شما یه مثال بدم. یک آقایی هست که من ایشون رو عکسش رو روی تلویزیون دیدم و آقای دکتر مصطفایی، دکتر محمد مصطفایی، یک وکیل هستن در ایران. ایشون وکیلی هستن که 7 سال در ایران زندانی بودند و بعد میآیند در جوار در مقابل شاهزاده نطقی در پاریس میکنند و ایشون رو تایید میکنن در مقابل انجام این کار که کردن. اما ایشون در 6 جا یا 7 جای صحبتشون میفرمایند که ملت ایران نه شاه را میخواست و میخواهد و نه رژیم جمهوری اسلامی. بگذارید من به شما آقای عزیز یک مسئله رو بگم. شما یا جوانید یا تجربه ندارید و با اینکه 7 سال در زندان جمهوری اسلامی بودید من نمیدانم که چگونه نمیفهمید. آقا اعلیحضرت رو با کی شما مقایسه میکنید؟ پدر ملت ایران رو با کی مقایسه میکنید؟ شما به من طرفدار توهین میکنید، به من و عده زیادی توهین میکنید، به من به طرفداران زیادی. ایشون تاریخ مملکت شماست برادر. شما الان گوشت رو کیلوی 2025000 دلار می‌خرید، شما الان هندوانه رو دونه 10000 دلار می‌خرید، چلو کباب رو دونه 25000 دلار می‌خرید. شما زندانی سیاسی هاتون تو لب بلا پرن، در مملکتتون شکنجه است، فحشا هست، اعتیاد هست، بدبختی هست، گرسنگی هست، مال شما رو دارن میلیارد میلیارد برمی‌دارند و میروند. شما از کی انتخاب می‌کنید؟ شما کی رو در مقابل کی می‌گذارید؟ بسیار کار اشتباهی کردید، دل خیلی ها رو شکستید. من شما رو نمی شناسم ولی برادر من به شما پیشنهاد میکنم که درست صحبت کنید، چشماتون باز کنید، درست صحبت کنید. و من آقای آریان میبینم که فلان آقای پوزمرو چه نمیدونم جوان بیست و چند ساله یاد میشه جلو اعلیحضرت، اولا کفش کتونی رو پاش میکنه و بعد هم سوال میکنه اعلیحضرت شما به من بگید که، اعلیحضرت هم نمیگه، آقای رضا پهلوی شما به من بگید که چقدر پول از ایران آوردین. آقا مردک درست صحبت کن، شما با تاریخ یک مملکت صحبت میکنید، مخالفید قدم شما بر چشم، مخالف رژیم بوده اید باشد، فکر میکنید که ایشون اشتباه کردن باشد، منم فکر میکنم، اما این پایه نیست که شما بیایید و به حیثیت و آبرو و شرف مملکت ما توهین بکنید. به فرد کاری ندارم، به تاریخ من شما توهین میکنید. مرد حسابی وقتی میشینید درست میشین. رضا پهلوی نیست، ایشون رضا پهلوی نیستند، آقای رضا پهلوی نیستن. آقا جان ایشون شاهزاده مملکت ما هستن. دقیقاً ایشون شاهزاده رضا پهلوی هستن. گوشاتون رو باز کنید. شما با به کار بردن این الفاظ خودتون رو بزرگ نمی‌کنید. شما وقتی میشید با ایشون خودمونی صحبت می‌کنید فکر نکنید که مردم میگه به این آدم چقدر آدم اساسی بود. دیدی مثلا با شاه چجوری صحبت کرد؟ حالا با شاه نه، با همه به من حمله نکنید، با شاهزاده چجوری صحبت کرد؟ ایشون آدم آزادی خواهی هستند، در مقابل شما می نشینند و پاسخ ناجور و ناربطی به شما نمیدن. ولی من انتظار دارم، من از شما اون آقایی که پیروز شما برامشون پخش کردین با شاهزاده صحبت میکردن در همین مواردی که شاهزاده در ارزم به حضورتون فرانسه گفتگو کرده بودن داره. یا آقا من از آقای رضا پهلوی، من از آقای رضا پهلوی که رضا پهلوی چی آقا؟ شاهزاده رضا پهلوی بیایید مخالف باشید. برادران من، دوستان من، مسئله اینجایی نیست که من ایشون رو سرسپردم یا هرچی که ایشون اشتباه کنه من دنبال رو، نه خیر،
مخالفت کنین. آقا شما نگاه بکنین در رسانه‌های آمریکایی، شما دیبیت‌های آمریکا رو نگاه بکنین، یارو نشسته کراوات زده درست مثل آدم نشسته داره صحبت. شما کجا در امریکا میبینید که آدم های مهم که شما به ناخون کوچکه اونام نمیرسید؟ اصلا شما نیستید که اونا باشید. کجا دیدید که اینا بیان توهین به یکی بکنن؟ کجا دیدید؟ میان صحبت میکنن، برادر من بیا مخالفت کن، دوست من در تلویزیون دیگه بیا این صحبت کنید، ایراد بگیرید. شما از رضا شاه بزرگ ایراد میگیرید، ایراد داره. از محمد رضا شاه بزرگ پدر ملت ایراد میگیرید. بنده هم دارم ایراد دارم، من خیلی از شما انتقاد دارم، اما بیایید شرافت ایرانی را نگه داریم، بیایید انسانیت داشته باشیم، بیایید به تاریخمون احترام بگذاریم، بیایید درست صحبت بکنیم. این مطلب بود که من جگرم آتیش گرفته بود که بیام اینجا در مقابله یک رسانه‌ای و با شما در میون بذارم. من نمیتونم این چیزا رو ببینم به عنوان یک فرد ایرانی، به عنوان یک فرد ایرانی تحمل این کار برای من یک نفر ایرانی امکان پذیر نیست. نکنید. شما با این کارها برای خودتون مقام و منزلتی درست نمی کنید. پسرم درست صحبت کن، فرزندم درست. شما رفتی در مقابل خانم کلینتون نشستین، خب ایشون که نمیدونه شما را کیا بکنه، یه خبرنگار ایرانی هستین، بالای منم کفش بدون جوراب با کفش ورزشی رفتی پاتا رو پات انداختی جلو خانم کلینتون نشستی صحبت میکنی. آقا غلطه. آقا من با شما موافقم 100%. شما دارید شخصیت ملت ایران رو به بازی میگیرید، صرف به اینکه شما یه دونه دوربین جلو تو میذارین و میشینین جلو که نمیتونی هر غلطی بکنی. که آقا ببینید جناب شکی، متاسفانه مشکلی که ما داریم وایس آف آمریکا یک پایگاه شده برای کسانی که واقعا تنها هدفی که ندارن آزادی کشور باشه و کسانی جلو دوربین با همینان صحبت میکنن که اون شخصیت ایرانی و پرستیژ ایرانی ندارن. وقتی با شاهزاده ما صحبت میکنه یه مقداری باید درک بکنه که شاهزاده رضا پهلوی یک شخصیت سیاسی است، فرزند آریامهره، سران دنیایشون رو میشناسن و در صحنه بین‌المللی مهره باور کن بسیار سنگینی برای کشور ماست. متاسفانه اینقدر سطح کلاس اون تلویزیون و اون کسی که مصاحبه بی بی سی، اون آقایی که با شاهزاده صحبت میکرد رضا پهلوی، خودشون پایین اعلامیه‌هاشون می‌نویسن رضا پهلوی. خب هیچ اشکالی نداره، ایشون یک شخصیتی است مناطق بسیار بالایی داره، ولی من اگه بخوام با شاهزاده صحبت بکنم حتما کلمه شاهزاده رو به کار میبرم یا شهریار ایران رو به کار میبریم، ولی متاسفانه